غمهایی که آخر سر قلب مهربان و بخشندهش را از حرکت انداخت. مخاطب حرفام مثل همیشه خودش که مطمئنم صدام رو میشنه و حرفام رو تصدیق میکنه. بابا ابراهیم یه بار برام از روزهای دبیرستان گفت که بیان و صدای شیوات و مدیریت محکم تو رو تبدیل به معاون مدرسه کرد. بعد از فارغ التحصیلی مدیر همون مدرسه تا سالهای سال بهش زنگ میزد برای از دست دادن چنین دختری که معاونش بود. بعد از همون موقع ها بود که همراهش به جام جم رفتی و تست دادی و از میون 15,000 متقاضی بدون معرف و آشنا نفر اول شدی و اینگونه بود که در 19 سالگی پا به تلویزیون گذاشتی و حسرت. خودت نوشته بودی که کل جوانی تو صرف تجربه آموزی کردی، با تمام وجود و توان تلاش کردی، وقت گذاشتی و درست در آغاز زمانه پختگی و اوج شکوفایی ممنوع شدی. 10 سال از بهترین لحظه ها و سالهای عمرتو با تمام توان و انرژی در رسانه ملی گذراندی، رشد کردی، بزرگ شدی، اما با چنان مکر و حیله‌ای تو را به قربانگاه فرستادن که نتیجه شد همه طعنه‌هایی که این سالها تحمل کردی. بگویم از آن مصاحبه کذایی با شبه روزنامه‌ای که تیترش هنوز علیه تو دست به دست میشه. اون دستوری بود که معاون وقت سیما به تو داده بود که برو با این رسانه ها صحبت کن تا ممنوعیت تو رفع کنند. رفع شد. بگویم که در زمان ازدواجمان یا حتی بعدتر با بچه در شکم تا چه روزهایی درگیر دادگاه اون خدا از خدا بی خبر بودی. بگویم از آن یکی مجری بدلی که برای نبودنت ختم قرآن نذر کرده بود چه ها با تو کرد. بگویم از آن کارهایی که در مخیله کسی نمی گنجد ولی با دروغ و نیرنگ در حق تو انجام دادند. بگویم از آن مدیران ترسو که تک تکشان شاهد این همه بلایا بودن و در خلوت به ما حرف می زدن و عکسش رو عمل می کردن. کاش احمد صداشو کم کن یکم. کاش تا فرصت زندگیشان به سر نیامده از حقایق بگویند که آن دنیا دیگر جای محافظه‌کاری نیست. چون اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. ولی نه، تو انقدر بزرگ بودی که از همه عبور کردی و گذشتی و گذاشتی، اما همینها تپش قلب مهربانت را به شمار انداخت. همین قساوت‌ها، همین ناجوانمردانی‌ها، نیرنگ‌ها. اما من مثل تو نیستم، نمیتونم دیگه سکوت کنم، چون نسبت به تو خانواده‌ام دینی دارم. آزاده صبورم. بعد از آن روزهای تاریک و تلخ همچون کبوتری زخمی به من خسته از روزگار و بیانگیزه پناه آوردی. انگار دنیا را به هر دوی من داده بودند. هنوز در سرخوشی این لطف خدا بودیم که ناگهان با جماعتی هماهنگ روبرو شدیم که دروغ می گفتند و تهمت می زدند. مجله ها منتشر کردند، ویژه‌نامه ها نوشتند تا در مورد کیفیت و مدت ازدواجی که هنوز آغاز نشده بود نظر دهند. زندگی آغاز نشده ما در جدول و مسابقه نظرخواهی می شد. هر چه در توان بود گذاشتند، اما این بار از خدا بی خبران نمی دانستند که این معجزه عشق است. زندگی ما به ثمره آن خوشه گندم که مهریه تو بود کمی به آرامش رسید و فرصت شد تا ایده مادر تازه مرحومم رو با تو مطرح کنم. برنامه‌ای که خودت آرزوی ساختنش را داشتی. شد آبان
برنامه‌ای برای زنان ایران. آنچنان قدرت و توان و تسلطت در اجرا را به رخ کشیدی که به سرعت پر مخاطب شد. اما مگر همین هم تحمل شد؟ فقط بعد از 15 برنامه تو را خواستند و گفتند میهمان‌ها را ما دعوت کنیم، سوال‌ها هم با ما. و نتیجه تعطیلی برنامه‌ای شد که تا همین امروز هم تنها برنامه تخصصی حوزه زنان باقی مانده. آزاده عزیزم، همیشه کتابخانه حرفه‌ای و علاقه‌مند به نویسندگی بودی که اولین مجموعه داستان تو سال 95 با نام برنامه‌ت که قبلا داشتی خانومی که شما باشی منتشر کردی که آن را هم شاعر گمنامی دچار مسئله و مشکل کرد و جلوی توزیع کتابت را گرفت. با همان روحیه خستگی ناپذیر ناامید نشدی و بلافاصله پیش تولید یک برنامه اجتماعی دیگر آغاز کردی تا بعد از سفرمان آن را شروع کنی. چه می دانستیم که لذت یک سفر خانوادگی هم به ما نیامده. خدا را شکر که سایت های زرد بیشتر کلیک خوردن، مجلات بیشتر فروختن، کانال ها و پیج ها عضو بیشتری گرفتن، شومن های آنور آبی و اینور آبی، کارتونیست ها بیشتر دیده شدن، ابزار خنده حتی در کنسرت ها هم فراهم شد. و خدا را شکر که با ابراز انواع فحش و ناسزا به ما بخشی از بغض فرو خفته جامعه فروکش کرد. میدانی درد ما این بود که هموطن پناهنده سیاسی که به دنبال انتقام از این نظام بود به حریم ما تعرض کرد. قصه ما را منتقدان اجتماعی یک شبه زیاد کردند که قصد تدریس اخلاقیات در این جامعه دارند. و الا پوشش تو در آن سالهایی که در هیچ سازمان و ارگانی نبودی و حتی در سالهای بعد از آن واقعه تغییری نکرد. ده ها پیشنهاد فیلم و سریال را برای سبک پوششت رد کردی و هیچ وقت هم ادعای الگو شدن نداشتی. با همه آن نامهربانی ها، با وجود پیشنهادهای شبکه های فارسی زبان، به اصرار خودت بازگشتی. میگفتی من از چه فرار کنم؟ میخواهم همینجا باشم و برای مردمم کار کنم. ضبط گذرنامه ها، ماها ممنوع خروجی، ماها احضار و بازجویی و استنطاق، هر روز یک لودگی و تمسخر، هر روز یک تهمت و تیتر. و تو چقدر صبور و محکم بودی در آن یک سال سخت. کاش آن نامردمان نقابدار مجازی به اندازه روح الله زم شرافت داشتن که در شبهای قبل از اعدامش از تو حلالیت طلبید. اما منفعت طلبی آنچنان بر بخشی از این جامعه نفرین زده چنبره زده که اخلاق و انسانیت آخرین چیزی است که به ذهن متبادر می شود. آزاده مهربانم، در تمام عمر کوتاه زندگیمان هیچ مراسم عمومی را تنها شرکت نکردی و این آنچنان خار چشمی شده بود که من شر حاسد نزاح حسد. و من می دانم که با کمری خمیده و دلی شکسته اما همچنان پر از امید و انرژی سراغ درست رفتی تا برای روانشناسی کودک و خانواده در فضای اینترنت فعالیت کنی. اما عجبا که این بار هم تعدادی مدعی العموم و شاکی شدن از اینکه چرا این دختر همچنان کار میکند، چرا ساکت نمیشود. جماعتی که همیشه عقل کلن شکایت بردن که این خانوم که دانش آموخته ارشد روانشناسی بالینی با رتبه ممتاز از بهترین دانشگاه کشوره برنامه سازی روانشناسی انجام بده. همین شد که آن برنامه هم متوقف شد. حتی برای ایده گزارش فوتبال بانوان هم تو را تحمل نکردن. فقط بعد از دو برنامه احضارت کردن که در صورت تکرار حکم تعلیق میگیری. آزاده با معرفتم،
آنچه که من از تو در این سالها دیدم و لذت بردم و یاد گرفتم معرفت بود، حمایت از همکار و رفیق بود، پشت دوست در آمدن در هر زمان شده بود معمولی ترین کار تو، از مجریان تا هنرمندانی که شاید فقط مشی و مشربشان را پسندیدی و هرگز ندیده بودیش، از ورزشکاران دختر تا حتی استقلالی های متعصب که همیشه تمجیدشان می کردی، تا یاد کردن از برنامه 90 در همه دوشنبه های زندگیت، ذکر خیرهایی که در